93.5 آریانا اف ام. شامتان خوش. شامتان خوش. شام خوش. با نبیجه راست. نه 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 نبی. شش الا شام خوش وطن دار. Every day. All the time. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و هزاران سلام تقدیم شما دوستان عزیز، علاقمندان برنامه شام خوش. شام مقبول قشنگتان بخیر. خداوند سپاسگزار هستم که باز هم فرصت حیا داد تا یک بار دیگر در برنامه شام خوش حاضر شم و برنامه را تقدیم شما دوستان عزیزان کنم. شماره تماس برنامه 07-935-935 است. و سپاسگزاری میکنم شما عزیزان که 93.5 جاری رفمه برای شنیدن انتخاب کردین. امروز موضوع برنامه میفهمی چی است؟ موضوع برنامه فریبکاری است و فریبکاری دیگه بسیار یک عمل زشت است. شما میتونین که تماس بگیرین با شماره تلفن 07-7-935-935 و همچنین اگر میخواین که کومنت بانین میتونین با صفحه فیسبوک آریانا اف ام برین زیر پست برنامه شام خوش با ارتباط فریبکاری کومنت هایتون رو نوشته کنین و در اخیر برنامه ما کومنت های شما را بخانش میگیرم. فریبکاری یک حیله هست که توسط اشخاص شیاط به منظور دزدی پول شما یا معلومات شخصیتون ترتیب داده میشود. فریبکاران میتوانند با استفاده از شماره تلفن، پیغام کتبی یا ایمیل با اشخاص تماس بگیرند و به حیله و نیرنگ بتوانند به شما آسیب برسانند. و از طرف دیگر فریبکاری به گونه های مختلف می باشد. کسی با دروغ و نیرنگ به شما آسیب روحی می رساند، کسی با سخنچینی شما را در نظر دیگران بد می سازد و کسی با واسطه عشق و علاقه دروغین خود به شما آسیب درونی می رساند. پس گفتم می توانیم که فریبکاری کار بسیار زشت است و هر کسی که این کار را، این عمل را انجام می دهد از جمله گناهکارای بسیار کبیره به حساب می رود و مردم آدم فریبکار را دوست ندارد و همیشه مورد سرزنش مردم و خانواده اش قرار می گیرد. یعنی فریبکاری یک عمل بسیار زشت است. شماره تماس برنامه 07-935-935 و همچنان سوالای چهار جوابه داریم و معمای امشب ما میگه که بخوری زیاد میشه، که نخوری کم میشه. این معمای امشب ماست. هر کسی که جواب گفت جایزام داره، که بخوری زیاد میشه، که نخوری کم میشه. این معما را هر کسی که جواب گفته میتونه با میشم برای تماس بگیرم. میرم سراغ اولین تماس برنامه و میبینیم که اولین تماس از کی برقرار میشه. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم. علیکم سلام، خوب جور و خیر صد من سر حال. علیکم السلام منوش عزیز، بسیار بسیار خوش آمدی و علی بشکت میگم که اولین تماس خودت برقرار ساختی. قربانتان، زنده و سلامت باشین. چی حال احوال دارین؟ صحت و خوب هستین؟ ممنون، تشکر. سلامت باشی، روز بخیر گذشت. قربان، زنده و سلامت باشین. یکی از درختار به نام پلیتت میگه بسیار خیل است. مگم چی میگه برای همه خدای کسک در ولایت جلال آباد بسیار همه تو کلان خوبش میباشه. خواده دیگه، همه تو خواده بلند بلند دراز. با یکان دفعه با یکان کس برای چهار مقصدکانی هم از اون خواده استفاده میکنن. واقعاً دیگه یه بسیار مچم دکابلی میشه یا نه؟ حتماً حتماً دیگه، ضرورت هر جایی ضرورت هست. خب انوش عزیز، موضوع برنامه فریبکاریست و میخواییم که صحبتهای خودت داشته باشم. قربانتان، زنده و سلامت باشین. فریبکاری خودش یک کلمه زشت است. فریبکاری، بله. خب فکر میکنم که انوش تماسشون قطع شد. اگر میتونن دوباره تماس بگیرن 07-7-935-935 برای تماس برنامه است. موضوع برنامه فریبکاری است و میتونین تماس بگیرن. فقط یک دقیقه یا نیم دقیقه بر ارتباط فریبکاری صحبت کنین که فریبکاری هیچ کس دوست نداره و فریبکاری همیشه مورد سرزنش دیگرها قرار میگیره. یک آدم فریبکار هیچ وقت در بین جامعه جایی نداره و از نگاه دیگر همیشه گناهکار به اسم محسوب میشه.
میریم طرف تماس و میگیریم باز تماس بعدی رو. بله سلام علیکم. سلام علیکم نبی خانجور، بخیر. علیکم السلام، چی حال داری؟ خوبتی؟ محبت الله محبت، چی حال داری؟ خوبتی؟ شامت بخیر. منان اور مزنده و شکر دی بعد سال خیر بخیر فرانند بخیر سر. تشکر، سلامت باشی، زنده باشی. محبت الله محبت، موضوع برنامه فریبکاری. منان اور راچ دا خو دیر کم موضوع دا انکه ما خپل باندې انتخاب کړی دا. نو د منګه ګران پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم فرمایلی دی چې دغه څلور خبرې چې د ماده او مات کې وی منګ له دلنه نه ده، یعنی منافق مقام ورکړی دی چې منګ له دلنه نه ده، دا له منافق درجه ورکړی دی چې یعنی اسلام نه بیرون کیږي. نو څلور خبر ده چې واده ولته لکه قضاوت ورکړم چې یعنی دروغ وایل چې څوک دروغ وایي، او بل دویمه خبره دا ده چې خیانت کوي او چا سره چل کوي، دوکه کوي، یعنی چل ورسره کوي. او دریمه خبر دا ده چې یعنی چا سره خیانت وکړي، یعنی او چه په امانت ډول باندې ورکړي او هغه خیانت کړي، هغه امانت خیانت کړي، نو هغه هم ګناه لري. او څلورم هغه ده چې مسلمان ورور سره وعده وکړي او وعده هغه سره ونه درېږي، نو خیانت وکړي، چل ورسره وکړي، وعده کړي عذر نه چینو. او څلورم اخرنه هغه ده چې یعنی مسلمان ورور په لار باندې تیری بي ناخه جنجال ورسره کوي، کنځلې ورسره کوي، ناخه جنجال ورسره کوي. نو دا موږ پیغمبر ویلي چې دا موږ له غنه نه ده دلنه، نو دا پیدا منافق هغه ورکړی لقب. نو دا موږ او تاسې باید له دې ګناو نه ځان وساتو، دروغو نه، کنځلو نه، د چل وال نه، دوکې نه، باید یو مسلمان ورور سره ښه رویه وکړو، ښه لاره وروښو، یعنې موږ چل ورسره ونه کړو چې تشکر کافي سک محبت کدام د خیراو کینو موږ خدای مسئول یو د پیغمبر مو. بله بله، مګه په هغه دنیا باندې موږ شرمنده وو. سلامت باشی، کافی سک محبت الله محبت، نام خدا دو دقیقه صحبت کردی. میریم طرف سوالای چهار جوابه. مهربانی ورو، لفظ رحیم که یکی از نامهای خداوند است چند مرتبه در قرآن کریم آمده است؟ 114 مرتبه، 115 مرتبه، 116 مرتبه و 110 مرتبه. دوباره تکرار کن برادر. لفظ رحیم که یکی از نامهای خداوند است، رحیم نام خدا، نام یکی از نامهای خداوند است، چند مرتبه در قرآن کریم آمده؟ 114، 115، 116، 110. ما 114 انتخاب میکنم برادر. 114، بله جواب شما درست است. تشکر محبت الله محبت، زنده باشید. یک سوال دیگه هم کوتاه پرسان که برادر. نه هم یک سوال صحیح است، باز یاد میشه. نام خدا لایق هستی من میفهم. سید اور مستول اور دمت سلامونه نکلواند کوم د درینه یا شرف اندفین پر تبو سما غاوري ورونه یو خواندي بس ټول ته سلام اند کوم سما خامه ولري. نو چې ستان پاکل باندې پښتنه ته کوم فریل چې اورور پیدا شین دا سوال جواب درو. تشکر اتمه یک نفر پیدا خواد شد، زنده باش. جایزم داره واس خو می دوري کړه. بله بله باز لمبرش به ما بده که ما جایزه شب باز جایزه را محبت الله محبت میتر کسی که جوابش پیدا کرد. لمبرش بده که ما باز ایزلوت کنیم. درست است، تشکر، زنده باشی محبت الله محبت، خدا حافظ. چستانه که گفتیم ای جایزه هم داره و اون جایزه شم دیگه پیش از پیش اعلان شد که محبت الله محبت در نظر گرفته که برای شما بده که بخوری زیاد میشه، که نخوری کم میشه. میریم طرف سراغ تماس و مشنویم بازم شنونده ما. بله سلام علیکم. سلام علیکم. علیکم السلام، خوب هستین؟ تشکر دونه، سلامت باشم، از اکانت دیور سردنان و شفای نبیانگیش. زنده و سلامت باشین، کی هستین؟ از کجا تماس گرفتین؟ اشنا هستین نبیجا. امید هستی؟ نه، رحیمی از فرازی با. رحیمی عزیز، بسیار خوش آمدین به برنامه. خوش باشین. یک ذره آوازده کت مشت لغت داشت به او خاطر نشناختم. رحیمی عزیز، موضوع برنامه فریبکاری است. می خواهیم که صحبتهایت نیم دقیقه داشته باشم. فریبکاری؟ بله، آدم فریبکار. نویجا دیگه آدم فریبکار هیچ کس خوش نداره، حتی خداوند هم دوست نداره. آدم فریبکار هیچ وقت به جای هم نمیرسه نویجا، هست که فریبکاری بکنه، مثلا یک کسی فریبکاری هست بگه دوستی بکنن به چند و چند بازی باشه، دیگه آدم فریبکار هیچ کس دوست نداره دیگه. آدم فریبکار بله بله کاملا. خب رحیمی عزیز، میریم طرف سوالای چهار جواب. همین معمای ما را جواب گفته، میتونی که بخوری زیاد میشه، که نخوری کم میشه؟ نه فهم نمیجا. این جایزه هم داره، مقصد جایزه دار است. واش ما چی دارم چی بگو باز نمیجا. که بخوری زیاد میشه، که نخوری کم میشه؟ که
بخوری زیاد میشه که نخوری کم میشه. باشه انشالله پیدا می نه تماس گرفتم باز با شما باز انشالله زنگ میزنم جواب بده. خوب است خوب است. خب میگه چند سوره با الحمدلله شروع میشه؟ 4 سوره، 6 سوره، 5 سوره، 3 سوره؟ با الحمدلله شروع میشه فکر کنم 4 سوره. 4 سوره؟ بله. خب 4 سوره نیست، از بین 6 سوره، 5 سوره، 3 سوره یک چند انتخاب کنین، آخرین چانس تان است. ها 3 سوره نبیجا. بله 3 سوره. 3 سوره؟ بله. آه تشکر رحیمی عزیز، نه خیر نه، منتظر جوابش باشین. انشالله که ما باز اگه ما جواب ما شما پیدا کرد انشالله. آه درست است. ممنون، تشکر، سلامت باشی، خدا و نگهدارتون. 0775935 شماره تماس برنامه شما خوش و باز هم میره سراغ تماس بعدی، ببینیم که با کی هم کلام شده میتونیم. بله سلام علیکم. بله تماستان برقرار شده. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام دوباره. انوش بخیرم که موبایلت کردیت خلاص کرده؟ نه نه، کردیت همه تا فول کردیت تقریبا 160 تومانش مونده الیوم. خب خب برو خوب است. من گفتم چطور تماسکت قطع ما حتما آنتن نداد. آنتن نداد است، کردیت همه تا فول است. ما بدون که بی کردیت کم کای کال میکنم. ما میفهم ما میفهم. انوش عزیز موضوع برنامه فریبکاری بود. خب من براتون گفتم نه میگه چیزی که عیان است یا جست بیان است. خب یعنی که گپایی تا گفتی دیگه؟ بله بله. خب اینال آمدیم سر موضوع معما، میگه که بخوری زیاد میشه که نخوری کم میشه. من نماز نباشه که بخوری زیاد شده میره، ثواب زیاد شده که نخونی کم شده میره، گناه کم شده میره زیاد شده میره. اون نیست خونه ما تو یک چیز دیگه هست. اینه کم درشه، خب برات نقل دادم بگم. کم شد تو خود بچه لایق است نام خدا. خب میگه چند سوره با الحمدلله شروع میشه؟ 4 سوره، 6 سوره، 3 سوره، 5 سوره؟ امی گزینه پنجم. 5 سوره. آه گزینه چهارم 5 سوره، درست است؟ 4 گزینه داریم انوش. همین چهارمش انتخاب میکنم. آه درست است، گفتم گزینه چهارم شما درست است، تک 5 سوره است. خدا شما را کم نکنه، با عزت باشین. نبی جان عزیز، یک موضوع من انتخاب میکنم مگر اجازه شما باشه. بر فردا بخیر. به فردا شب مچون امی موضوعات بسیار خوب مختلفه که باشه در رسانه بسیار خوشایند زیاد داشته. من درباره اسراف کردن. اسراف کردن خوب گپ است. خدا کمتان نکنه، وقت لحظاتتان خوش باشه. الان نگهدار سلامت باشی، زنده باشی. موضوع برنامه فردا بخیر اسراف کردن است که لانوش باز انتخابش کرد. خدا من نگهدار. خدافظ. خدافظ. 0775935935 شماره تماس برنامه است. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم. علیکم السلام قاری صاحب جان، چی حال داری؟ خوب هستی؟ شامتان بخیر. یک قسم اعصابت خراب است که از دپشانیت فقط نشته است کوزاویل. دپشانیت 111 نمشته میشه. بریم یک تیم دوام زیاد به 111 قاری صاحب بسیار خوش آمدین با برنامه. موضوع برنامه ما فریبکاری است. خودت همراهی کسی تا بال فریبکاری کردی؟ یکانه سلاح ندارید، بنده به حساب و خطا نیست. نگفتی یکانه فریبکاری کردیم، اونمو بادام خوردیم. خب است، فریبکاری یک عمل زشت است، میتونی صحبت کنی؟ والا فریبکاری شده مردم فریب داری، چی خورم فریب داری؟ امروز پوره فریب داری، میگه نزن بدر کسی با انگوش که نزند بدرت با مشت. نه با مشت که این پیش لغتی بزنیش که دروازه مربازه رو میفر کنم. خب است، قاری صاحب یک معماست که میگه که بخوری که بخوری زیاد میشه که نخوری کم میشه، جایزه هم داره این معما. بخوری زیاد میشه؟ آه که نخوری کم میشه. ولی این نیست تنها که بخوری زیاد میشه و نخوری کم میشه. جایزش هم دبل است، موبایلت کردیت پر میشه.
بله؟ رمضان؟ ها والله من اینجا یاداشت میگیرم باز آخر برنامه میگم که درست است یا نه؟ باز جایزه را نخوری یاد خورد کاره نه نه دیگه جایزه جایزه خوردن هم بشه من این هم شماره تا ما یاداشت میگیرم کسایی که زنگ میزنن بیشی سعید اینه ما شماره تا خیلی باشتا قبول میگیرم سعید از کجا اول میگیش؟ بازمون یا باز میاییم دفتر که آه درست است درست است درست است آه بیاد رای پامون کسنی رای سالمان آه تشکر قاری صاحب سلامت باشی میریم طرف سوال های چهار جوابه یک سوال ها کس پشت پرسان میکنم چند سوره با اینا شروع میشه؟ خب چهار سوره، سه سوره، پنج سوره، دو سوره چهار سوره؟ بله سوره؟ سه سوره، پنج سوره آه. امی پنج سوره سعید پنج سوره است؟ بله امو پنج سوره نیست یکی دیگه شه بگو یکی دیگه خیلی چهار سوره آه نمو چهار سوره است چهار سوره با اینا شروع بشه آه. سوره فتح، سوره نو، سوره قدر، سوره کوثر آه بخیر باشه قاری صاحب زنده باشه اوقات خوش خداحافظ خداحافظ شامتان خوش شامتان خوش شام خوش با نبی جه باز نه 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 نبی شش الا شام خوش بطن دار بله سلام علیکم بله سلام علیکم السلام میرای سیاپور شیال داری خوب هستی شامت بخیر بخیر باشی آوازه که یک ذره قطع وصل میشه من خیلی کانتن نمیتونم موبایله که تانتن نمیتونم به خیال من آره درست شد اینال درست شد بله بله میرویز روزه سلامت باشی میرویز عزیز خدا کنه که شما هم بخیر تو پری کرده باشین امرای کاربارا و امرای روزگارای زندگی چطور هستی؟ والا شکر است الحمدلله از خداوند سپاسگزار هستیم وقتی در زندگی راحت است آه شکر 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 میرویس موضوع برنامه فریبکاری است البته فریبکاری خو میرویس سابق میدهد آل نمیتونه خب فریبکاری خوب کار نیست دیگه کوشش کنه که آدم فریبکار نباشه بله میگم دشمن خدا میباشم دشمن رسول واقعا واقعا و اینه چطور گفتی که میرویس یک وقت فریبکاری فریبکار بود حالا نیست خود اگر در جمعونی هم تو میجا حالا خوب است که این اقرارم کردی خب میرویس یک سوال چهار جوابه بفرمایید این سوال ذهنی است خب ذهنی است چهار جوابه است میگه یک مرد 42 ساله یک مرد 42 ساله 100 کیلویی از وزن 20 سالگی خود 5 کیلو لاغرتر است فعلا ای چقدر وزن داره 95 کیلو 70 کیلو 85 کیلو 100 کیلو 95 کیلو ولی 95 کیلو خب 95 نیست یک نه ما خمی وقت به من چیتا فکر ما نشده همی... معما رو بخیال همی چی رو نفهمیدی نشونیدی تایی نشونیدی یک مرد 42 ساله 100 کیلویی از وزن 20 سالگی خود 5 کیلو لاغرتر است فعلا او چقدر وزن داره 95 کیلو 70 کیلو 85 کیلو 100 کیلو میرویس میشنم 100 کیلو بله 100 کیلو به خاطر از اینکه حالم دیگه 100 کیلو بود تو وقتم در جوانیش ما گفتم یک ذره پیر شده ایم از خاطر دیگه خرابه جواب شما درست است 100 کیلو است و یک سوال دیگه کدام پیامبر زبان پرندگان را میدانست حضرت نو، حضرت یوسف، حضرت سلیمان، حضرت هود حضرت سلیمان علیه السلام حضرت سلیمان بله تشکر میرویس عزیز سلامت باشی ماشاءالله اوقاتت خوش میتونی یک سلام تقدیم کنی به با میانوش وقت بسیار خوشتم بسیم که تو باری از گویندی موفق نازنین در
سیاست در افغانستان در این لحظه داره. سلامت باشی، زنده باشی. سلام خاصی دیگه به خودت، به قربان علی و به همکاران عزیز رادیوی آریانا زیبنگ و به بچی آجی بنوش جان و به تمام عزیز نونده که نوسی پنج را شنواز رادوی دلخار برنامه نبی جانم. سلامت باشی، اوقات خوش، خدا و نگه دارد، خداحافظ. 0-7-7-3-5-2-3-5 شماره تماس برنامه است. موضوع برنامه فریبکاری و وچستان برنامه یا معمای برنامه که بخوری زیاد میشه که نخوری کم میشه. بریم سراغ تماس بعدی. بله سلام علیکم. بله بله سلام علیکم. سلام علیکم نبی جان. زاوش صاحب چی حال دارین؟ خوب هستین؟ شامتان بخیر. خوبت بخیر، شما بخیر. سلام خدمت تکنیکر سنم عزیزوش نمیده. سلامت باشی، زنده باشی. زاوش روز بخیر گذاشتانی؟ بخیر گذاردیم بیادر، خانه رو بودیم. بله؟ خانه بودیم بیادر. خانه بودی؟ خو. بله. بسیار عالی. زاوش صاحب، موضوع برنامه ما فریبکاری است. خودت تا آدم فریبکار رو بعدا میبینیم و میفهمم با خدا. طبعا دیگه کمی دمی گیرت بیای فریبکار دیگه، آدم فریبکار در گیرت بیای خدا وند وندش میکنی. فریبکار اگه در گیرم بیای تو سربطلات داخل جوی یا بخوابانم جذابت میش. بعد بعد فریبکار های دیگه بایسا به نقمت پشیمونی شوا یک پنچه. خب فریبکار چه قسم میخوایی صحبت کنی؟ چون فریبکار کس در این جایی نداره، چون از نگاه اسلام عزیزم که بیای ما و شما بحث بکنیم، فریبکار در اونجا همیش کارش سر نمیگیره که یک تا دوبار خوش میشه که والا ما این کار کردم. در حقیقت را خداوند رسوا میکنه، رسوای ها مخوام دی دنیا و دنیا انسان کوشش بکنه این عملی بعد منفور را داشته باشه، فریبکاری را بست بکنه، از جلپاری و فریبکاری دست بکشه که پیش خدا هم شرمنده است، پیش بنده هم این کار کام کدام گفتی به این بدست هم نمیاره. چون سری از این میخوام مردم یکی درود دیدیم چند وقت پاره فریبکاری نمیده. زاوش با وزدکت یک ذره قطع وصل میشه. درست شدنی؟ به خاطر از اینکه درست شدنی شد. بله یا. خب تشکر زاوش عزیز، زنده باشی. یک معماستک میگه که بخوری زیاد میشه که نخوری کم میشه، جوابشو گفتم میدونی؟ بخوری زیاد میشه کم نخوری کم میشه؟ یک قسم جایزه دار آمست این معما. کمه که نقل نمیدی؟ نقل و حالا دیگه اینا چه قسمی میره آدم نقل بده؟ بخوری زیاد میشه نخوری کم میشه. عمر انسان نیست. بله عمر انسان نیست. آکه خب یافتم چی هست؟ امکان داره که اثرات خدر وجود حسود باشه، حسادت. حسادت؟ نه خیر حسادت نیست. تشکر زاوش صاحب، زنده باشی. کدام سوال چهار جوابان پرسان کنم یا کافیست؟ خب با واضح که یک ذره قطع وصل میشه؟ که بخاطر از یک باز درست فهمیده نمیشه. والا نه، والا واضح قطع وصل میشه. مامیفم. خب تشکر زاوش، تشکر، سلامت باشی. برو که واضح کتم قطع وصل میشه. ممنون از یک به برنامه تماس گرفتی. خدا خداوند نگهدارتون، خداحافظ. 0-7-9-3-5-9-3-5 شماره تماس برنامه و امین سلوغ تماس بعدی. بله سلام علیکم. بله تماسان برقرار شده، میتونین صحبت کنین. بله سلام علیکم. السلام، خوب هستین؟ شامتون بخیر. با کی هم کلام هستم؟ از کجا تماس گرفتین؟ همی آواز رادیو را پخش کنین لطفا خواهر عزیز. درست است، به خاطر از اینکه شما آواز مرا دوباره باز ما آواز خود دوباره هم بشنم، رادیو را پخش کنین. نامتون از کجا تماس گرفتین؟ از ولایت لوگر شریف هستم. از ولایت لوگر شریف. نامتون چی گفتین؟ بله بله میشنم. بله من مشنام. گفتم نامتون چی گفتین خواهر؟ نامم گلسوم است. گلسوم از ولایت لوگر، بسیار خوش آمدین. موضوع برنامه ما فریبکاری است، میتونی صحبت کنی؟ بله. خب گلسوم جان تماسشون قطع شد رفت. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم.
0707-935-935 شماره تماس برنامه است. من ارتباط این فریبکاری یک قصه براتون کنم. یک چند وقت پیشتر یک ایمیل برام آمد، دو نوشته کرده بود که من یک آدم بسیار پیسه‌دار هستم، یک آدم بسیار سرمایه‌دار هستم، چندین میلیون دلار از پیش بستک و ایره میخواهیم که در یکی از کشورهای اسلامی ایره روان کنم و ایره یک بنیاد خیریه جور شه. و برام گفت من خودت پیدا کردم یک آدم بسیار خوب، چون خودت در رسانه کارم میکنی و ما میخوایم که این پیسه رو به خودت روان کنم. من گفتم به نیکی و پرسش بیاد که روان کنم، من یک بنیاد خیریه جور کنم. من فهمیدم که آدم فریبکاری میکنه، فریبکار است. وقتی که امروز یک چند ایمیل رد بدل کردم و گفت که این پیسه رو برات روان کردم، گفتم خود درست است. باز بر من زنگ زد، گفتی نمیل پیسه در دبی رسیده، در دبی هست و نموجه یک $300 باید از در گمرک اونجا تاویل شه، موصول شه، یک $300 روان کن که این پیسه رو که موصول شه خلاص کنم. باز ما برش گفتم، گفتم تشکر، سلامت باشید، نبودن اون پیسه که برای ما روان کردی یک $300 شو بگی موصول بده و یک چند رفع دیگه شو بگی کتا کتا خرج کو. یعنی فریبکاری هم یک فریبکاری بود، یک نوع فریبکاری است. میریم طرف تماس. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم. سلام علیکم، خوب هستین؟ بخیر هستم. سلامت باشین، زنده باشین. نامتون از کجا تماس گرفتین؟ گلسوم هستم از ولایت لوگر، سوال چرخ هستم هم کلام سلیم. گلسوم جان پیشتر تماستون قطع کردین، قطع شد. همی گلسوم یک سوال کنم، همی آدم فریبکار آدم خوب است یا نه؟ نه چی آدم خوب است؟ اگر بگو خوب باشه چرا نامش فریبکار باشه؟ خب بس یک مو یک چستان بود، یک معما بود که بخوری زیاد میشه که نخوری کم میشه، جواب گفتم میتونی؟ باش ببینیم. به نظر ما همین چی کم است که میخوری کلان میشه که نمیخوری خورد شده میره. چی است؟ به نظر ما همین شکم ماست نی؟ شکم است. که میخوری کلان شده میره که نمیخوری خورد شده میره. یگان تو هر قدر که بخورم با شکمش کلان نمیشه، هیچ استعداد چاقی رو نمیداشته باشه. ای جوابتان درست نیست، منتظر جوابش باش. خب یک سوال چهار جواب است تان پرسان میکنم. خب بفرمایید. میگه خب باش که ساده باشه که شما جواب گفته بتونین. آه. مرکز ولایت لوگر چی نام دارد؟ برکی برک، محمد آقا، چرخ، پل علم؟ نه پل علم. پل علم؟ آه. نگفتی که از این که سوال آسان، چون از لوگر زنگ هم زدی رو باید از بفهمم. تشکر خواهر عزیز، سلامت باشی، زنده باشی، جواب شما درست است. اوقات خوش، خدا من نگهدارتان. خداحافظ. 0707-235-935 شماره تماس برنامه شما خوش است. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم. علیکم السلام، چی حال دارین؟ خوب هستین؟ شامتان بخیر. تشکر، شما خوب هستین؟ همکارا دوستا همگی خوب هستین؟ همگی جور صحتمند است. اگه اشتباه نکرده باشم شفیق الله جان هستین. بله بله ها خوب هستم. شفیق جان روز بخیر گذشتاندی؟ تشکر، خوب گذشت، شما خوب بود؟ خوب بود، خوب بود، شکر فضل خدا. دیگه روزاز بخیر میگذرم، میگذرم، خوب بود، سلامت باشی. امی معما را جواب گفتم، میتونی امی چستان که بخوری زیاد میشه که نخوری کم میشه؟ خب به نظر من این غم باشه. غم است؟ غم، یکان تا میگه نه غم نخو. غم نخو بز بخره؟ غم که هر قدری غم باده جور میشه. بله، همه خب نه خیر نه غم نیست. خب شفیق عزیز، موضوع برنامه ما که است فریبکاری است. خودت میتونی یک دقیقه صحبت کنی فریبکاری؟ آدم فریبکار؟ طبیعتا آدم فریبکار دیگه هیچ آدم خوب نیست و با شخصیت کسی بازی کردن، با زندگی کسی خب والا کار خوب نیست و گناه داره و کسی عمل میکنه دیگه، امید است که یه عمل دیگه باز کنه. بله یه عمل کاملا زشت است واقعا. خب بیا که بریم طرف سوالای چهار جوابه. حرف سه حرف سه در الفبای فارسی حرف چندم است؟ پنجم، سوم، چهارم، ششم؟ از این که دیگه سوال سخت نبود، چهارم. چهارم؟ اینه گفتی که از این که در سوال سخت هم نبود اما جوابت هم درست نیست. نیستی؟ نه دیگه چهارم نبود. پنجم هست، پنجم راستی. پنجم هست، همینجا گفتی از ایک سوال آسان نگه، از ایک سوال آسان نیست اونو جواب هم درست نگفتی. بله، حرف سه در الفبای فارسی حرف پنجم هست. آه،
پنجه. آه تشکر برادر عزیز، سلامت باشی، زنده باشی، اوقاتت خوش، خداوند نگهدارت. آه زنده باشین، تشکر، اوقات خوش، شما خوش، خدا نگهدار، خداحافظ، خداحافظ. بله سلام علیکم. سلام علیکم. علیکم السلام. محمد مصطفی محمدی. سلامت باشید. هر چی تنم پای میشگی انیشگی رادیو آیانای دوست داشتنی هستم. سلامت باشید مصطفی جان، بسیار خوش آمدی به برنامه و موضوع برنامه و فریبکاری. نام خدا دیگه، خودت زیاد صحبت میکنی که کوتاه صحبت کن. خب نه دیگه، سالا کرده شست ثانیه یعنی یک دقیقه صحبت. سایز بر صحبت. خب فریبکاری، خب ما میشه بایدی که وقت ما یک شروع انتخاب فریبکاری نکنیم، چون که نام فریبکاری کرد و نام دیگه ما فریبکاری یکی نفرد مینه و همچنان خب بینگه نمی قیمت خریدو یعنی که فایده نداره، فایده هم داره و بسیار از شهروند ما بسیار فایده میخواره و اما این کار خوب نیه. همیشه اگر ما از این کارا بکنیم خداوند از ما راضی نیست و این کارا بسیار یک کار زش، بسیار یک کار بد بد از امید که و هیچ شنونده ما از این کارا نکند چون که این کار فایده ندار. بله بسیار زیاد تشکر مصطفی جان. معمای ما هست، میگه که بخوری زیاد میشه که نخوری کم میشه، این جواب گفته میتونی جایزه دار هم هست. خب انشالله سبسه. بله همه به نظر کدیم که خب همه لاب دهن نیست که یک غذای میشوری همه لاب دهن زیاد میشه. آه نه نه خیر نیست، او نیست. خب میریم طرف میریم طرف سوال چهار جوابه. خب نمیرم شما میگویی از من امونه که انسان که از چیزی که میخوره نه نیست اک او نیست مصطفی جان او... مصطفی جان او نیست. خب میگم به طرف سوال آسا. خب یک سوال ساده است شما پرسان میگه، چهار کلمه را به حرف سه آغاز کنید. چهار کلمه را به حرف سه بگو. سه به حرف سه. بله نام باشه، چهار کلمه باشه، هر چی که باشه. سامن. بله خب سامن. خب سارا. نه دیگه سارا خب اسین است. بله خب میشه وکم سات. چی؟ سات وامس سار. بله بله سارم دیگه او خب بازم وام ساری کست اگه وام سین است. خب وقت وقت تمام شد، وقت تمام شد، نتونستی. ممنونت مصطفی جان، خدا با نگهدار. تقدیم کو تقدیم. شامتان خوش. شامتان خوش. شام خوش. با نویدیه راست نه 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 نبی شش الا شام خوش و تنجا سفر 707-935-935 شماره تماس برنامه. بله سلام علیکم. علیکم السلام نبی جان جور بخیرم. چی حال داری؟ خوب هستی؟ عاقبت بخیر، شامتان بخیر. تشکر، سلامت باشی. نصیر احمد جرعت است ما از کابل جدید. نصیر جان جرعت، بسیار بسیار خوش آمدین با برنامه شام خوش و موضوع برنامه ما فریبکاری است. میخواییم که صحبت های خودتان داشته باشم. سلامت باشی نبی جان. امرای موضوع جرعت عزیز آوازه که خودت گم شد. بله بله آلسایی شد. نبی جان امرای موضوع صحبت میکنیم در تلفنیم چاچ کم است، اگه زو پیش همی سوالتان جواب میتیم امو روزا است، اگه امو محبت الله محبت که کدام سوال برای شما داده او روزا است. روزا؟ بله آن. خب جرعت گفتی نامتا؟ خب تماس برادر ما قطع شد.
جرأت نامش یادداشت گرفتیم چرا که قاری صاحب جان آقام جواب گفته بود. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم. سلام علیکم جان، خوبی؟ علیکم السلام، شما مقبول، شما هم بخیر باشه، بسیار خوش آمدین با برنامه. خدا معرفی کنین. تمنا تنها، بسیار خوش آمدین. در کابل هستین؟ بله. تمنا موضوع برنامه ما فریبکاری است. فریبکاری، فریبکاری یک عمل زشت، یک عمل ناپسندیده، یک عمل است که هیچ کس او را دوست نداره، آدم فریبکاره. خودت میخوایی که یک دقیقه صحبت کنی؟ بخیر، ما برای کاره ایچی هم کنیم. بله؟ ما برای کاره ایچی گفتنی ندارم. هیچ گفتنی نداری؟ بخیر. خب، با سوالات چهار جوابه خود گفتنی داری؟ بله. خب بس. زکات رکن چندم اسلام است؟ سوم، دوم، پنجم، چهارم؟ بله؟ زکات رکن چندم اسلام است؟ سوم، دوم، پنجم، چهارم؟ پنجم. بله؟ پنجم. پنجم؟ پنجم خو حج خانه کعبه است. اینال بگو. گفتم زکات رکن چندم اسلام است؟ سوم، دوم، پنجم، چهارم؟ اول. بله. خب اول نیست. خب از بین از ما برد میگم. کلمه، نماز، روزه، زکات، حج. چندم شد؟ سیوم. چندم؟ چهارم. دو. نه چهارم شد دیگه، زکات چهارم است. اول چهارم هم گفتم خب قبول نکردی. پنجم گفتی دیگه، چهارم نگفتی. چهارم هم گفتم تو. آه نه چهارم نگفتی، پنجم گفتی. خب تمنا تو شکر ازیک با برنامه تماس گرفتی، چهارم بود. خدا من نگه دارد. خداحافظ. خداحافظ. 0777935935 شماره تماس برنامه و باز هم میری سراغ یک تماس و مشنیم از شنمدیم. بله سلام علیکم. بله. بله سلام علیکم. سلام. تشکر، زنده باشین. پیشتر آواز مر نمیشنیدین شما بخیالم. قربان شما. بار نبی سوالی از بیادر با جواب بگویم. بگوین بگوین. بله بیادر میشنیدین. من میشنم. بله جواب بگوین. بله. کدام میشه جواب بگویم؟ تکمس. اینمی یک سوال از پیش. شماره چهارم است تو؟ چهارم است، بله. او چیستانی که بیشتر گفتید، او روزه است بیدر. روزه را که بخوری جا شده بیره. او بیدر که نخوری. کم میشه. کم نمیشه. تشکر، بله جواب شما درست است. زنده باشین. اصوار است از کابل. سلامت باشین، بسیار خوش آمدین به برنامه. شکر بیدم. شامتان بخیر. بله سلام علیکم. سلام علیکم، شام بخیر، خوبید کنم. زنده باشین، تشکر. آواز رادیو رو پخش کنین. به برنامه شما تحقیق میگیر با ما قسم میشن. یعنی حتما بلندگویش هم میزنین. خیلی کرخم نیستم. اگر بلندگو زدگی باشه باز انعکاس میکنه. خودتو من میگه انعکاس شم بشنوی؟ بله ما مشتاق ماما. خب بس حتما دیگه مروه مروات هستین. بله بله دقیقه. بسیار خوش آمدین خواهر عزیز با برنامه. خوش باشین. میریم طرف سوال چهار جوابه. راز امام ابو حنیفه زاده کدام کشور بود؟ عربستان، ایران، افغانستان، مصر؟ امام ابو حنیفه زاده کدام کشور بود؟ عربستان، ایران، افغانستان، مصر؟ عربستان. عربستان نه، خیر نیست. ایران، افغانستان، مصر، یکیش انتخاب کن. خب مصر دیگه که عربستان نیست. مصر هم نیست. مصر هم نیست. نه، برم اینو من برات میگم.
نیست. امام ابو حنیفه زاده کشور افغانستان است. در افغانستان تولد شده. ولایت پروان. خبر ما وشتم از من. اینالین خبر شدینی؟ یک سوال خوبش یاداش بگی. تشکر که گفتی دیگه درباره فیلکاری برد بگویم کسایی که فیلکاری میکنن اشخاصی هستن که از تشما دیگه اشخاص نیستن و دیگه هرگز بالشون اعتماد نمیشه و همکسون. بله واقعا همطور است. بشه همکستن یک آدم فریبکار مشهور بشه. بله یک دفعه گفتی اگه تو فریبکار یک پیش یک نفر فریبکاری چی شد که بازو دیگه هیچ اصلا همیشه کورا ببینیم با نیست. با مو با مو یک شم دیده میشه باز بعد از اون هم اعتبار خود از دست میته. آه تشکر. دارم خواهر با سوال جواب بده کمی. کدام سواله؟ گفتی زکات رکن چندم. خب باز ما برش گفتم دیگه چهارم. خب تو باید قدر آسان بکنه از ما بترسم باز متوجه نشدند من بگنی ساده بود بسیار. تشکر زنده باشین اوقات خوش داشته باشین خدا من نگه دارتون شما سلام تقدیم همگی باشه خوش. خداحافظ خداحافظ خداحافظ. خب میریم طرف کومنت ها ببینیم که چند کومنت آمده. کسایی که کومنت گذاشتن لطف کردن زحمت کشن کومنتاشون رو باید از بخانش بگیرم که باز گلگی نکنن که نبی کومنتای ما رو بخانش نگرفت. خب اولین کومنت از محمد اکرام اکرام است. سلام سلام نبی جان شامتان بخیر. اکرام اکرام است از لغمان. تشکر از برنامه شما زنده و سلامت باشی اکرام عزیز. و فرید احمد علیزاده گفته سلام سلام و هزاران سلام تقدیم گوینده خوشکلام نبی جان جهش. امید جور صحتمند باشی. یک سلام خاص تقدیم میکنم به تمام عزیزان شنونده رادیو دلها. راجع به موضوع برنامه‌تون باید بگویم که فریبکاری در دین مقدس اسلام حرام و یک عمل ناروا است و شخص فریبکار در نزد مردم بی‌اعتماد و بی‌باور است. هیچ کس شخص فریبکار را دوست ندارد. من بودم فرید احمد علیزاده از کابل. بله تشکر بسیار زیاد. و برند کابل گفته سلام ای دل نورانی خورشید، ای نگاه آبی آسمان، ای شکوه آفرینش. سلام ای وسیع جاری، ای پهنور نور باران، ای تراوت بیکران. شامتان بخیر نبی جان. راجع به موضوع برنامه‌تان بگویم که فریبکاری اصلا کار خوب نیست و یک عمل زشت است. تشکر از شما وقت شما خوش. ارسالی برند کابل نمونه نمود برنامه مشتبه خان مشهر. سلامت باشی زنده باشی مشتبه جان. بله نمود برنامه هستی. و جان محمد اونی گفته سلام نبی لالا شام بخیر خدا کنه جور ساعتمند باشی و یک سلام به همه شنونده های رادیو آریانا زنده و سلامت باشی. حکیم الله وصال گفته سلامون نبی جان. هیله ده خوسه یو بایده که گفته و جال مستوک پراتا وایی چه قربان که نه جال ما درد لاندازه اوختی دی همون تو که درست هم خوانده بشه یعنی. و رسا سنگر گفته سلام نبی جان شامتون بخیر. یک سلام به تمام شنونده ها خدا کنه که خوب جور باشین. راجع به موضوع برنامه تون بگویم که انسان فریبکار خودش جزایش میبینه. رسا بودم تشکر. عبدالواحد رایبی گفته سلام به شما و تمام همکارانتون. نبی جان جواب معما شما علم نیست. نه خیر نه نبی جان من بودم. عبدالواحد رایمی از فرای زیبا شامتون بخیر. و محمد قاسم حسینی گفته سلام نبی جان خوب هستین. یک سلام خاص تقدیم شنونده های عزیزتان. نبی جان جواب سوال محبت الله محبت که دیشب پرسیده بود به نظرم روزه است چون در ماه مبارک رمضان را بگیریم که کم میشود اگر بخوریم زیاد میشود. در بدل یک روز 60 روز پای در پای روزه باید گرفت. ممنون تا سلامت باشه. بله دوست عزیز یام بود کامنت های شما و باید در اخیر بگویم که اولین جواب را که برای ما گفت قاری جان آقا بود که گفت ماه مبارک رمضان است. جواب قاری جان آقا. و جواب دومم از جرأت بود و از سومم که در کامنت برادر ما کامنت گذاشته بودن جواب از سهشان گفتن روزه رمضان. بله جواب رمضان بود ماه مبارک رمضان است. اگر ما بخوریمش زیاد شده میره یعنی یک روزش 60 روز میشه و دو روزش گپش به 90 روز میرسه و اگر نخوریم کم میشه. تشکر از شما و میریم سراغ خوششانس برنامه ببینید که خوششانس برنامه کدام عزیز از کجا برقرار میسازن کی هستن. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم. سلام علیکم جوړ په خیر تازه تکړه. تشکر سلامت باشی. حتما دیگه دکتر هستی از لغمان شریف. بله
ډیره مننه نبی جان لالا زه ډاکټر اسدالله صافی هم د سندونو کور لغمان نه. ډاکټر اسدالله صافی بسیار بسیار خوش آمدید برادر عزیز، زینه خوب است که خوش شانس برنامه خودت شدی. ډیره مننه نبی جان لالا، بس همدا شیبه مې ستاسو رسنۍ اریانا رادیو چالانه کړل، بس ټلیفون مې وکړ دادا. خوشحال تیم ډیر زیات خوشاله منه بجا. بسیار خوش آمدید ډاکټر صاحب، و آخرین تماس هم از خودت است، میتونی که سلامایت دالی کنی به دوستایت که در چهار اطراف شیشتگی است. ډیر مننه از لومړی کې د افغان ادبی بهیر ټول غړو ته سلامونه دالی کوم، او بیا زموږ امید سعادت ورورتا او ستایش خورتا ستاسی رسنی نچز ما غوری طولو تا چه آغا پسالو دیش ولی تو که وی طولو ورونو خویندو تا ده هر گروپ چه وی طولو تا سلامون تقدیم آمد. تشکر، سلامت باشی دکتر سبب خود خوش خدا منگه هدارتون. بیره منده نچه ما تم پخ پراونه که وقت راکه ندیل اللہ تاست خخ پراونه، بای بای گرد بای خداحافظ. خوب دوست عزیز، دیگه تماس گرفتن همیتانه می بود برنامه شما خوش که تقدیمتون کردم. تا فردا شب که باز هم در خدمت شما قرار میگیرم، تک تک شما رو به خداوند یک تا امانت میسپارم. و موضوع برنامه ما بر فردا اسراف کردن است، اسراف. و این موضوع را انوش بکتاش انتخاب کرده. شما آمادگی داشته باشین اسراف از نگاه دین اسلام چقدر گناه داره، گناهی که گناه کبیرام گفتم میشه و نباید ما و شما اسراف داشته باشیم. تا فردا شب همگی شما رو به خداوند یک تا امانت میسپارم. اوقات لحظات خوش داشته باشین. ایام بکامتون، خداوند نگهدارتون.